سلام، به جلسه سیوم دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام ارثبری یا همون اینهریتنس رو بهتون معرفی کنم. من یه دونه کلاس اینجا دارم به اسم برد که یه دونه متد داره داخل خودش به اسم ایت که پارامتر سلف هم داره، پرینت میکنیم ایت، و یه متد دیگه هم داره به اسم فلای که پرینت میکنه فلای. حالا یه کلاس دیگه دارم به اسم فیش که متد ایت رو داره، پرینت میکنه ایت، و این دفعه متد سویم رو داره، پرینت میکنه سویم رو. این دو تا کلاس که من اینجا نوشتم اگر دقت بکنین متد ایت داخل اونا مشترکه. حالا فرض کنیم که این دو تا کلاس بشه 4 تا کلاس، 5 تا کلاس، به همین شکل بیشتر بشه. حالا غیر از کلاس من اینجا میتونم فیلد های مشترک هم داشته باشم، مثلا کالر داشته باشم یا چیزای از این دست. خب مسلما اینطوری کد نوشتن خیلی کد رو کثیف میکنه و کد رو شلوغ میکنه. به جای این کار من میتونم به این شکل عمل کنم، بگم که یه کلاس دارم به اسم انیمال که این متد ایت که داخل همش مشترک هست رو داخل خودش داره. حالا کلاس برد رو ارث میبرم از کلاس انیمال. انیمال خب برای فیش هم به همین شکل، و ایت رو از داخل اون پاک میکنم. خب اتفاقی که اینجا میفته اینه که به محضی که یک کلاس رو از یک کلاس دیگه ارث میبریم، زبان پایتون تمامی فیلدها و متدهای داخل کلاس پدر یا کلاس بیس رو میاره داخل کلاس چایلد یا کلاس ساب، میتونیم اونو دسترسی داشته باشیم. برای اینکه بتونیم این موضوع رو ببینیم کافیه یک متغیر از روی مثلا برد من بسازم و اینجا بگم که برد داد. میبینید که هم به فلای دسترسی دارم و هم به ایت که میتونم ایت رو صدا بزنم و نتیجهش رو توی خروجی ببینم، و متد فلای که مخصوص خود برد هست رو هم اینجا میتونم بهش دسترسی داشته باشم. و اگر که از روی فیش یه دونه اینستنس من بسازم، این اتفاق برای اون هم میفته. به متد ایت که برای پدرش هست دسترسی دارم و به متد سویم که برای خودش هست دسترسی دارم و میتونم ازش استفاده کنم. کار دیگه ای که توی ارثبری میتونیم انجام بدیم اینه که مثلا من میام توی کلاس پدر و یه متد تعریف میکنم به اسم گو، میگم که پرینت کن گو. خب اینجا من میتونم به گو دسترسی داشته باشم و به درستی اجرا میشه. من اینجا یک متن اضافه کنم، بگم گو انیمال که مشخص باشه. حالا اگر که من بیام دقیقا همین متد رو داخل ساب کلاس تعریف کنم چه اتفاقی میفته؟ اینجا اسمش رو بنویسم گو برد. اتفاقی که میفته به این صورته، میبینین که این دفعه گو برد کال شد و متدی که داخل پدرش هست دیگه صدا زده نشد. به این کار میگن اوورراید کردن، یعنی متدها و فیلدهایی که داخل کلاس پدر هست رو توی کلاس چایلد دوباره تعریفش میکنیم، و این کار باعث میشه که متدها و فیلدهایی که توی پدر هست کلن خونسا بشه و دیگه عمل کردی نداشته باشه. حالا اگر که بخوام هر دوتا متد صدا زده بشه، باید به این صورت عمل کنیم. میایم داخل خود متد فرزند از کلمه سوپر استفاده میکنیم، نقطه، این دفعه دسترسی داریم به تمامی متدهای کلاس پدر، میگیم گو. حالا اتفاقی که میفته، اول متد پدر صدا زده شد و بعد متد فرزند. حالا این رو بعد از این هم میتونیم بنویسیم. مباحث مربوط به اینهریتنس هنوز مونده و توی ویدیو بعدی به اون خواهم پرداخت. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنین و با دوستاتون هم به اشتراک بذارین. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال، اگه دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنین.